اخلاق اسلامی مستدل هست، قابل فهم هست و ربانی هست. یعنی با دلیل بیان میکنه برات، واضح برات بیان میکنه، قابل فهم برای همه کسا می باشه. پیشتر من براتون بیان کردم، خیلی واضح واضح گفته بود که کار را بکنه کار را نکنه، این خوب هست این بد هست. و ربانی هست، مهمترینش امی هست. یکی از مهمترین ویژگی های اخلاق اسلامی است که ربانی هست، جانب الله آمده. الله برای ما میگه که دیگر بد نگوید، الله برای ما میگه که در مقابل که دیگر خشمگین نشوید، الله برای ما میگه که دیگر عفو بکنه، الله میگه اگر شما عفو کردین الله متعال شما را دوست میداشته و شما جمله محسنین میشین. الله برای ما میگه که یکی دیگر مسخره نکنه، الله برای ما میگه یک غیبت یکی دیگر نگوید، الله برای ما میگه عیب یکی دیگر بیان نکنه. اینی تو نیست که یک انسان یک جای بلند شده باشه، دین ساخته باشه، ساخته دست خودش برای اخلاقیات وضع کرده باشه. ازدواج نکنه که منافی اخلاق هست، این تو گفته باشه هست، در ادیان وجود داره. از شراب و نوشیدنی ها، نوشیدنی هدف هم هست، نوشیدنی ها و خوردنی ها از استفاده نکنه که بازی خلاف عمود دین و اخلاقیات هست. شما بازی یک نوع مردمی هستین که بیشتر به مادیات شما توجه کردن، یا بیشتر توجهتون به طرف مادیات می باشه، ولی اخلاق اسلام یا اخلاق اسلامی ربانی هست، قابل فهم هست، همه کسا می فهمه، این تو نیست که گنگ باشه. با یک جمله یک اخلاق بزرگ اجتماعی را بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا من، ای مؤمنو یک قوم دیگه قوم را مسخره نکنه، یک گروهی از زنها دیگه گروه از زنها را مسخره نکنه، شاید این نسبت به اونها خیر باشه، بهتر باشه. و اسلام همیشه بر حکمت‌های معقول و دلایل مقبول تکیه می‌کنه، همیشه دلایل معقول را که با عقل سازگار هست، عقل رو درک کرده میتونه بیان میکنه برده. خلص برای ما بیان میکنه یا به صورت اجمال و یا به هم صورت تفصیل، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، به تحقیق نماز شما را از فحشا و منکر باز میداره. برد بیان کرد در یک جمله، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه به این خاطر است که شما با تقوا شد، در شما تقوا و خدا ترسی ایجاد شد. برای پیامبر دستور میده سوره توبه آیه 103، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم، گاهی مفصل بیان میکنه، ای پیامبر از اینها زکات بگیر، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصلی علیهم ان صلاتك سکن لهم، از اینها زکاتشون رو بگیر تا اینها تزکیه شود، تا اینها پاک شود، تا اینها طاهر شود. دیگه جای میفرمایه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، میگه بدی با خوبی برابر کردن نمیتونه، خوبی با بدی برابر شدن نمیتونه. اگر کسی با شما بدی کرد، ادفع بالتي هي احسن، به یک طریقی نیکوی بر اونها پاسخ بده. چی میگه ادامهش؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، اگر بین تو و او شخص مقابل یا فرد مقابل دشمنی باشه، شما به یک دوست صمیمی تبدیل میشین. گاهی اوقات رو تجربه کرده باشین، اگه یک دو فرد با هم صحبت نمیکنن، با هم جنگی هستن، مثل ما شما وقتی که با هم صحبت میکنن، یک دیگر عفو میکنن، از گذشته که هم صمیمی تر میشن. رو اسلام میگه خیلی مستدل، قابل فهم و ربانی الهی. الله میگه دیگه بخشای اخلاقیات را نداره، دیگه ادیان اخلاقیات را نداره، الا اگر هم باشه او هم فطرت خودشان اگر خیلی به طرف بدی گرایش نداشته باشه، با اساس انسان بودن خود یک نوع حس انسان دوستی داره. گاهی اوقات استدلال اجمالی میکنه قرآن، فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، در مورد نماز جمعه میگه به طرف ذکر پروردگار، یعنی نماز شما قدم بزنین، سعی بکنین، تلاش بکنین، و ذروا البیع، بیع را ترک کنین، کوتاه، قابل فهم و با استدلال و از جانب الله متعال. در مورد گوشت خنزیر امی قدر میگه که او لحم خنزیر فا اینه رجس، گوشت خنزیر رجس میگه، پلیدی میگه، کتاب بیان میکنه، قابل استدلال، مستدل و از جانب الله متعال. یکی از ویژگی های اخلاق اسلامی هست. دیگه جاهای تو نیست، دیگه جاها دینی که ساخته میشه خالق یا جور کننده او دین یک بشر هست، یک انسان هست، چیزی که خوش خودش بیه او رو دین بیان میکنه، میگه دین هست، چیزی که موافق میل خودش باشه او رو میگه دین هست،
چیزی که خواسته های خودشان بگه چی مشروع در دین ما باشه یا نامشروع باشه دیگه اخلاق است. ولی اسلام مستدل بیان میکنه که قابل فهم باشه و همچون الله میگیره، الله میگه او باز بشر نیست، او میفهمه که بشر چی میخواهد. پس یکی از ویژگی های اخلاق اسلامی ای بود که اخلاق مستدل قابل فهم و ربانی است.